و با توجه به اینکه سالها خودم در مقابل این رژیم سعی کردم ایستادگی بکنم، سوالی که داشتم این بود که آیا برنامه شما اینه که با یک سری فرمول های قدیمی و متاسفانه فرمول هایی که آزمایششون پس داده شده در کشورهای بلوک شرق دوباره میخواید بیاید و به ملت ایران قول آزادی و قول دموکراسی و... میتونم من یه سوالی بکنم دوست عزیز از شما؟ بفهم. ما اگر برنامه های این کانال رو گوش کرده باشین، داریم میگیم استثمار نباید باشه، داریم میگیم آزادی بیان باید باشه، اعدام نباید باشه، سنگسار نباید باشه، زن و مرد باید برابر باشن. شما توی این عقاید ما شریکین دوست عزیزی. من اول بدونم واقعا با شما با کی دارم صحبت میکنم. من در این عقایدی که شما فرمودید یه بذاریم پس. بله من هاشدم. بله بلکه پا به پا و با توانی هم که داشتم بله. سعی کردم در نشر این عقاید بله همکاری بکنم. پس بذار یه سوال دومم بکنم از شما. بذار یه سوال دومو خواهش میکنم از شما بکنم. شما کدوم حزب دیگر تو ایران سراغ دارین که از علیه استثمار هست، رفاه رو برای همه میخواد، برابری رو برای همه میخواد، اعدام و سنگسار نمیخواد، حق میگه کارگر حق بی قید و شرط اعتصاب و تشکل داره و طب باید رایگان باشه، آموزش پرورش باید رایگان باشه؟ این حرفا رو از کدوم حزب دیگه شما کدوم حزب دیگه میشناسین که طرفدار این چیزا باشه تو ایران؟ میتونین یه حزبی به من معرفی کنین من برم عضو اون حزب بشم؟ من خب اجازه بدید یه سری از این چیزایی که شما فرمودید به قول معروف اونیورسال هست و تمام گروه های سیاسی سرش اتفاق نظر دارن. مثلا چجوری باید به بله. اهداف رسید بله چجوری باید به اون اهداف رسید، این تفاوت روش هایی که احزاب و گروه های سیاسی مختلف دارن. شما میتونین یه اسم یه حزبی من بگین؟ شما گفتین یونیورساله، ولی یونیورسال تو گروه های کمونیست و چپ این حرفا رو میزنن. شما یه حزب سلطنت طلب، یه جبهه ملی، نهضت آزادی، نمیدونم کدوم س... شما یه سازمانی به من نشون بدین، شما یه سازمانی به من نشون بدین غیر از جریانات کمونیستی که از این حرفایی که من زدم دفاع کنه. نه شما به نظر من شما یک موضوع رو این وسط ندیده میگیرید. بله. که شما با کدوم پیشداده های اقتصادی و برنامه های اقتصادی میخواد به این نتیجه؟ منظور تو اینه که تو ایران امکان سوسیالیسم و امکان اینکه یه زندگی برابر برای همه ایجاد کنیم نیست؟ شما نظرتون اینه؟ من چیز دیگه میگم. من میگم که ما در کشورهای مثل کشور اسکاندیناوی یا مثل کشور آلمان که راه سوم رو رفتن و شما خوب در جریان هستید. بله بله. با توجه به اطلاعاتی که من دارم رهبران حزب شما عموما در کشورهای اسکاندیناوی هستن، در سوئد هستن من فکر میکنم. شما پس همه جا هستن که بله. هست که میشه زندگی عادلانه برای تمام مردم ایجاد کرد. تو همون آلمان مردم واقعا زندگی عادلانه و برابر دارن مردم؟ ببینید اگر کسی بخواد میتونه. بعدش هم یه سوالی، حالا تو آلمان هر تاریخی داشتن، تو ایران شما یک حزبی میشناسین که بخواد اون چیزی که شبیه آلمان و اسکاندیناوی شد در ایران ایجاد کنه؟ بالاخره یه احزابی داریم دیگه، نهضت آزادی داریم، جبهه ملی داریم، حزب توده داریم، نمیدونم سلطنت طلب داریم و حزب کنس کارگری. شما کدوم این احزاب رو فکر میکنین داره اون سیستم اسکاندیناوی یعنی یه درجه رفاه رو واسه مردم میاره؟ من چیزی که خدمت شما عرض کردم این بود که زیر مجموعه مشترک تمام عقایدی که دارن توی ایران زندگی میکنن یا احزابی که فعالیت میکنن یا فعالیت میکردن، من فکر میکنم که به قول معروف این نقطه نظر مشترکشون سر دموکراسی، آزادی مطبوعات، آزادی زنان، عدالت اجتماعی و کارگران. من نمیدونم شما نهضت آزادی مثلا عدالت اجتماعی میگه، حقوق کارگر میگه، نهضت آزادی و یزدی همینا بودن که خمینی رو برداشتن آوردن ایران. سلطنت طلبا رو میگین که با ساواک نفس مردم رو گرفته بودن و بدترین استثمار رو سازمان دادن. شما کیو من نمیدونم، جبهه ملی رو میگین مثلا که طرفدار عدالت و رفاه و برابری است، مصدق اومد سر کار یک ذره حقوق زن رو مثلا یا آموزش پرورش سکولار رو آورد. دوست عزیز خیلی به هر حال متشکرم، چون وقت زیادی نیست، دوستان دیگه پشت خطن، من ببخشید قطعتون کردم، ولی واقعا الان از تو سوال میکنم، اگه هم فکر کسی هست، هم فکر شما بیاد به من بگه که کی کدوم حزب در ایران هست که امروز طرفدار عدالت، برابری، آزادی، رفاه، حق بی قید شرط اعتصاب و تشکل باشه و بخواد حتی همون چیزی که در اسکاندیناوی هست در ایران بیاره. کانال جدید بفرمایید. سلام جناب کریمی. سلام دوست عزیز، بفرمایید عزیز. سلام،
امیدوارم خسته نباشید و تشکر از زحمتی که میکشید. خیلی ممنون، متشکرم دوست عزیز. شما بحثمون در مورد سازمان، حزب، تشکیلات، اهمیت این چیزاست، شما نظرتون چیه؟ بنده والا حقیقتا نظرم در این رابطه اینه که کاملا درست میفهمید، در ایران این جنبش ها و این تشکل ها به شکل خیلی محسوسی هستش و احساس نمیشه به اون حده، این ضعیف هستش. بله. ولی از تمامی کسایی که صدای منی میشنون تو ایران یا خارج از ایران، من نظرم اینه که به این مسئله توجه خاصی داشته باشن و این کاملا درسته که باید از یه جای شروع بشه و خیلی ممنون و متشکرم که شما زحمت میکشید و بالاخره وقت میذارید و از این که میتونید مثل فعالا دیگه درآمدهای آنچنانی داشته باشین این کار نمیکنید، میرین در رابطه با مسائلی که میتونه آینده خیلی ها رو در ایران و حتی کشور دیگه بتونه تغییر بده صحبت میکنید. خیلی متشکر دوست عزیز، لطف کردین. به هر حال یه نکته اشاره کردین یاد من انداختین، گفتین به فکر درآمدهای آنچنانی ما، به هر حال ولی حتما با من هم فکرین که هم عقیده این که ما یه درآمد ماهی 50,000 دلار رو به هر حال واسه اینکه این کانال سر پا بمونه، این حداقل نیاز این کانال هست و امیدوارم دوستانی که زنگ میزنن تو این قضیه هم شریک بشن. کانال جدید بفرمایید. الو بفرمایید. الو بفرمایید عزیز. میخوام با آقای اصغر کریمی صحبت کنم. من کریمی هستم در خدمتتونم، بفرمایید عزیز. آقای اصغر کریمی، من با این دوست عزیزی که الان صحبت کرد هم فکرم. بله. شما خود دوست عزیز دوربرتون خیلی شلوغه، صدا اذیت میکنه، اگه ممکنه یه جور فاصله بگیرین که برای صحبتتون بینندگان راحت تر بفهمن. با اون دوستی که از آلمان زنگ زدن منظورتونه؟ من با اون دوست عزیزی که صحبت کرد که تو ایران دوست عزیز اینجوری شما 2 دقیقه وقت رفت و فقط یه مقدار سرصدا می اومد و 3-4 کلمه بیشتر از شما نشنیدیم. به هر حال هر بیننده 1 دقیقه حد اکثر 1.5 دقیقه اگه صحبتی جدی داشته باشن وقت هست و دوستان توجه بکنن که تعداد زیادی میخوان زنگ بزنن تماس بگیرن بتونن دوستان بیشتر صحبت کنن. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم. سلام دوست عزیز، بفرمایید. شب بخیر، خسته نباشید. خیلی ممنون، متشکرم. بحثمون در مورد ضرورت داشتن تشکیلات، سازمان در چنیدم آقا. بفرمایید نظرتون. خیلی جناب مزاحم وقتتون میشیم. خواهش میکنم بفرمایید. از بندر جناب مزاحم وقتتون میشم، فقط خواهش میکنم یه لحظه قطع نکنید تا ما یک کلام حرفی بزنیم، منم متقاعد بکنید برای کانالتون. بفرمایید شما 1 دقیقه وقت دارید صحبتتون بکنید، بفرمایید. بله آقا، شما تو هر حکومتی، رهبر هر حکومتی، دستاندرکاران هر حکومتی خطاها و خیانتهایی میکنن، این شک درش نیست. بله. بعد ملت ایران در حدود 70 میلیون نفر جمعیت دارن، مردم بله. ایران مردمون مسلمان، شیعه، تعصب، ما از صبح تا شب دست به هر آب و آتشی میزنیم که خانواده و آبومون محفوظ باشه. بله بله. شما میگین زن و دختر باید آزاد باشن، درست، آزادی باید آزادی باشه در طی یه چارچوبی، اما نه که زن و دختر دست به هر جنایتی که خواستن بزنن. حالا واقعا زن و دختر تو ایران دست به جنگل خود. بله، زن و دختر تو ایران واقعا اون افکار آخوندیتون رو لطفا بزنین کنار. زن و دختر تو ایران دارن دست به جنایت میزنن؟ یا احمدی نژاد و خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و سردار رادان و این ریش و پشم دارا، حتما زن جنایتکارم پیدا میشه. داوود بیشتر کسایی هستن که ممکنه تو حکومت باشن. حالا شما اومدین از جنایت‌های زن‌ها و دخترها صحبت می‌کنین که بگین یعنی اگه آزاد باشن دختر و زن جنایت می‌کنه و باید زد تو سرشون. پیام حکومت اسلامی رو مردم شنیدن از زبون شما. اینا پیامایی که در واقع واقعا افکار پلیدیه، پلید میگن. پلیدیه که رهبران حکومت دارن. که در واقع از زبان یکی از حامیانشون اینجا به خطاب به مردم گفته شد. زن و دختر مظهر جنایت هستن از نظر